سال 1959 دیدار محمد رضا شاه پهلوی با شماری از دانشجویان ایرانی مقیم این شهر. فرح دیبا یکی از آنهاست که در رشته معماری درس می‌خواند. آشنایی سرنوشت ساز که به ازدواج انجامید. ازدواجی که بیش از 20 سال تا واپسین نفس پادشاه ایران دوام آورد و حالا دستمایه تئاتر اپرا و بالی پرم روسیه شده تا نسخه ای تازه از بالی شهرزاد را روی صحنه ببرد. نقش فرح پهلوی را دیانا ویشنیووا از ستاره‌های باله روسیه آفریده که هنرمند ثابت تئاتر مارینسکی و تئاتر باله آمریکا هم هست. در حرفه من کمتر چنین اتفاقی پیش میاد که یه تاریخ زنده را روی صحنه ببریم، به ویژه اینکه رویدادهای این باله به تاریخ نه چندان دور مربوطه. تحولات ایران، سرنگونی نظام پادشاهی، فرجام امپراتوری ایران. در نتیجه تلاش میکنی که نقش بازی نکنی، بلکه باید با اون چهره تاریخی همخوانی داشته باشی. تعداد زیادی فیلم مستند هم بود که با آنها رجوع میکردن. دیگه این که فرح همچنان در قید حیاته و کارگردان باله با او در تماس بود و موافقت او برای تهیه باله را به دست آورد. تئاتر اپرا و باله شهر پرم که خود را میراثدار پیوتر چایکوفسکی آهنگساز نامآور روس میداند. چایکوفسکی حدود 180 سال پیش در همین منطقه موسوم به پریکامیه یا کرانه رود کاما به دنیا آمده بود. در زمان جنگ جهانی دوم گروه هنری تئاتر اپرا و بالی لنینگراد به اینجا پناه آورد و در رشد آن سهم چشمگیری داشت. یکی از افتخارات این تئاتر این است که همه نمایش‌های اپرا و باله‌اش در خود همین تئاتر تهیه و کارگردانی شده. اکنون تئاتر پرم از معروف‌ترین صحنه‌های اپرا و بالی روسیه است. در غرب آن را با نام چایکوفسکی باله می‌شناسند. رقص‌پرداز و کارگردان اصلی تئاتر الکسی میراشنیچنکو است و بالی شهرزاد هم بر پایه سویت سمفونیک نیکولای ریمسکی-کورساکوف به همین نام ایده اوست. دو سال پیش من به شهر پرم آمدم و با الکسی درباره انجام یک کار مشترک صحبتی داشتیم. الکسی گفت که ایدهش رو چند ماه بعد برام میفرسته. بعدن از باله شهرزاد برام گفت که یکی از محبوب ترین نمایش های باله برای منه، دقیقاً به دلیل آهنگاش. خود من از آغاز کار نقش زبیده از باله شهرزاد رو در تئاتر مارینسکی اجرا کردم، ولی الکسی گفت که این شهرزاد باله میخائیل فوکین نیست، بلکه سوژه‌اش به کلی فرق میکنه. گفت دنبال زنی در سده 20 میلادی میگرده که چهره کاریزماتیک داشته باشه، خردمند و قوی، زیبا و شایسته باشه.
و داستانش با افسانه شهرزاد تا حدی هم همخوانی داشته باشه. بعدن فرای پهلوی آخرین شهربانوی ایران را به عنوان قهرمان خودش انتخاب کرد که من با داستان زندگیش چندان آشنا نبودم. نسل‌های بزرگتر مثلا پدر و مادر من با این داستان آشناتر بودند، چون در دهه 1960 اتحاد شوروی با ایران روابط نزدیکی داشت و زوج سلطنتی ایران بارها به شوروی سفر کرده بودند. نقش محمد رضا پهلوی را در این نمایشنامه مارسلو گومز، رقصنده برزیلی، آفریده که در بسیاری دیگر از نمایش‌ها هم همبازی دیانا ویشنیو است. حدود یک سال پیش این نسخه جدید شهرزاد را الکسی با من در میان گذاشت. برایم بسیار جالب بود که کسی بتواند بر پایه موسیقی بسیار معروفی که برای یک داستان ساخته شده بود، داستان کاملا متفاوتی را تعریف کند. لانا راوندی فدایی، ایران شناس مقیم مسکو، کسی است که به عنوان مشاور گروه هنری تئاتر را با ظرافت‌های تاریخ و واقعیت‌های ایران آشنا کرده. دیانا میگوید کوشیده است ظرف حدود 50 دقیقه بار سنگین قدرت روی شانه‌های آخرین ملکه ایران، درد تبعید و از دست دادن کشوری که عاشقانه دوستش داشت، غربت همیشگی و باختن انسان‌های محبوبش در غربت را به نمایش بگذارد. الکسی میراشنیچنکو، سازنده باله، در مصاحبه‌هایش تأکید کرده که این نمایشنامه به هیچ روی جنبه سیاسی ندارد و صرفاً داستان اعجاب انگیز یک زن و عشق اوست. انتخاب پایه و اساس نمایشنامه کار ساده‌ای نبود. قرار بود از حجم عظیم آثار فارسی یک بیت مناسب رو انتخاب کنم. و حالا آخرین صحنه در لیبرتو من با این بیت حافظ شیرازی پایان می‌یابد. یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم. دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. درود بر هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، چه عزیزانی که روی فیسبوک ما هستید. خواهش می‌کنم از همین الان شیر کنید ما رو با دوستان خودتون. حتما برنامه خوب و مفیدی خواهیم داشت که هم نسبت به موقعیت‌های زندگی و روحانی و همچنین برای کشور عزیزمون، برای آزادی کشور عزیزمون. وای بر اون روزی که من در طول روز کارهایی که میکنم به فکر ایران کشور عزیزم نباشم. وای بر اون روز. فکر نکنم چنین روزی برای من تا امروز بوده باشه، چرا که ما ایران دوستانی هستیم که کشور عزیزمون ایران رو هرگز نمیتونیم فراموش کنیم و فراموش نخواهیم کرد. خدمت ما، زندگی ما، خاطرات ما از کشور عزیزمون ایران هست. هرچند 40 سال هستش که این ستمگران اسلامی ملت ما رو آزار دادن، اما ایمان داریم که کشور ما آزاد خواهد شد. شما میبینید نسلی رو که همین الان دیدید، بچه‌هایی که می‌رقصیدن شادی می‌کردن، نظام اسلامی نتوانسته اونها رو همباور اون ایدئولوژی پوسیده اسلام بکنه و اونها نیز آزاد هستن و جمهوری اسلامی فکر می‌کنه دیگه حکومت می‌کنه بر مردم. بر مردم حکومت نمی‌کنه، بلکه در اصل داره استعمار می‌کنه. این دیگه اون رب و وحشت و ظلم و ستمی هستش که بر مردم ما نظام اسلامی روا داشته، ولی آزادی کشور عزیز ما ایران نزدیک خواهد بود و روزهای پرشکوهی رو در آینده به فیض خداوندمون خواهیم داشت. برنامه امید جاودان در این وقت برنامه زنده هست. هموطنان عزیز میتوانید روی فیسبوک موضوعات دعاتون رو بنویسید، اگر لازم هست گواهی بدید. البته امروز فکر نمی‌کنم وقتی داشته باشیم، میتونید توی وقتهای دیگه تماس بگید با من که گواهی ایمان شما رو بشنویم. و همچنین عزیزان تشویقتون میکنم که روی یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، هموطنان عزیز، که بتوانیم اون در اون خدمت یوتیوب بیشتر از گذشته در خدمت شما عزیزان نیز
باشیم. درود میفرستم خدمت برادرعزیزم بهروز جان که اینک با ما هستن. ممنون از شما، درود بر شما، درود بر ملت شریف ایران، سرنگون باد نظام ستمگر جمهوری اسلامی، آمین، و پاینده ایران. ایران با تمامیت ارضی که امروز ما داریم، این رو میخواییم به همین شکل حفظ کنیم، به همین شکل بدیم دست فرزندان ما. آمین آمین آمین، با فیض خداوند، با فیض خداوند. خب میدونیم که در ایران هم ایام به اصطلاح ماه رمضان هستش و چقدر تبلیغات های کاذبی میکنن بدون اینکه بپردازن به فلسفه‌ای که درست هست نسبت به روزه. شما می‌دونید که روزه فلسفه‌ای که در کتاب مقدس مطرح می‌کنه در اصل دوری از دنیای گناهالود و اون بی‌هدفی هستش و ما بتوانیم در اون شرایط ما در حضور خداوند باشیم و از روح خدا قوت بگیریم، برکت بگیریم تا کامل بشیم به شباهتمون که هدف خدا بود، به شباهت خود خدا. اما در مذهب عزیزان روزه باز میبینیم که یک لباس هزاران معما در تنش میکنه، جبر رو در تنش میکنه و باید کاری رو انجام بدیم که بازم میبینیم برمیگرده به این که اهداف دنیوی و ماده. میگیم چرا روزه میگیم؟ میگیم برای سلامتی خیلی خوبه، حالا زخم معده داره، ولی اگر شما رجوع کنید به کلام خدا، کتاب مقدس، میبینیم عیسی مسیح روزه گرفت تا با شیطان مبارزه کنه و کلام خداوند ما میاموزه که ما روزه میگیریم از احساس بد، روزه میگیریم از افکار ناخردانه، روزه میگیریم از گفتار بد، روزه میگیریم که مبادا در امیال کهنه دوباره قرار بگیریم، روزه میگیریم که در مسیر راستی و صداقت بیستیم و زندگی پاکی داشته باشیم. از برادر عزیزم میخوام لطف کنم به کتاب اشعیا 58 نگاهی داشته باشیم. مهمان عزیزی رو خواهیم داشت، دکتر صحاب عزیز رو خواهیم داشت. عزیزان در تو مسائل روز صحبت خواهیم کرد، اما قبل از اینکه ایشون رو بگیریم قسمتی از کلام خداوند رو نیز با هم بخونیم و این جواب خیلی از سوالات ما رو خواهد داد نسبت موضوع روزه. بفهم خوشم. خداوند می‌فرماید صدای خود را چون شیپور بلند کن و گناهان قوم را به ایشان اعلام کن. یعنی آنچه که باعث دوری از اون هدف خلقت شده که خرد، همون حکمت، محبت، عدالت هست. بله؟ آنها هر روز مرا عبادت می‌کنند و وانمود می‌کنند که مایلن احکام مرا بدانند. یعنی باورهای مذهبی. چرا ما میگیم ما لا مذهب هستیم و سرور ما عیسی مسیح لا مذهب است؟ چون ما چیزی رو وانمود نمیخوایم بکنیم. خود عیسی مسیح هم گفت مانند ریاکارا نباشید، ریشای بلند میذارن، رداهای بلندی دارن و روزه میگیرن و عبادت میکنن تا مردم اونها رو ببینن، بلکه مذهبیون آنچه که هست در قلبشون هست و اعمالشون نشون میده که حداقل مرید آنچه که اراده خدا هست رو میتونن باشن. بله؟ و اوامر مرا اجرا کنند. میگویند که هرگز احکام عادلانه مرا زیر پا نگذاشتند و همیشه از پرستش من لذت بردند. دست اینم یه دروغه، یعنی حتی به خودم دارن دروغ میگن. این ریاکاران اینگونه وانمود میکنن. بله؟ قوم اسرائیل میگوید چرا وقتی روزه میگیریم خداوند نمیبیند؟ چرا وقتی به خود ریاضت میدهیم او به ما توجه نمیکنه؟ لذا اونها جای قرار میگرفتن که خودشون خدا رو نمیتونستن ببینن. اگر در جایگاه درست همون گونه که موسی قرار گرفت میایستادن، یوشع قرار گرفت میایستادن که رهبران قوم اسرائیل برای رهایی از مصر بودن و رسیدن به کنعان بودن، اونها میدیدن. امروز عزیزان بدونیم موضوع روزه اگر هدف درستی رو با خودش نداشته باشه، ما انسان‌های مذهبی هستیم، داریم رفتار و اعمالی انجام میدیم که هرگز رفتار و اعمال روحانی نیست عزیزان. بله؟ خداوند چنین پاسخ میدهد، دلیلش این است که در ایام روزداری باز دنبال سود خود هستید. یعنی منافع خودتو میخوای، حتی محبتی هم که داری با خدا میکنی نفع خودتو میخوای، یعنی حتی با خدا هم تو داری داد و ستد میکنی، روزه میگیری که خدا به تو یه چیزی بده، این معامله است. لذا روزه میگیریم ما توی مرکزیت اصلی خلقت، هدف خلقت قرار بگیریم، مطابق متا 5:48 که اعلام میکنیم کامل شوید همچون خدای پدر. بله؟ و بر کارگران زیر دست خود ظلم می کنید. بله.
روزداری شما باعث می شود با یکدیگر با خشونت رفتار کنین و بجنگید. چرا که گرسنه می شن، عصبی می شن، به جای اینکه در مسیر عدالت باشن، خیر بازم منافع خودشون رو می خوان. زیر دستای خودشون هم در نظر نمی گیرن. این روزه ای نیست که خداوند در نظر داشت برای انسان هایی که می خوان رشد کنن در مسیر اراده خدا. بله. آیا فکر میکنین این نوع روزه مقبول من است؟ که شلاق میزنن کسی که روزه نگیره. تو کشور اسلامی این کارو میکنن عزیزان. متاسفم که الان من میبینم اروپا، آمریکا، کانادا این اجازه رو خب میدن، چون کشور دموکراسی هستن، این فضا رو میدن به تمام باورمندان. اما ما داریم میبینیم که معلمین اسلامی که سوء استفاده کن هستن، از این آزادی استفاده میکنن تا باز این باور پوسیده رو که به ما آسیب زد، به بشریت آسیب زد، ارتشش داعش هست، پیغمبر شخص به نام محمد هست که اینقدر آسیب زده به دنیا، این رو میان میخوان یه کاری کنن، خوشگلش کنن، شیکش کنن و تحمیل مردمی بکنن که توی اروپا و آمریکا هستن، به عنوان که این دین خیلی خوبی هستش و مسئله روزه رو هم مطرح میکنن و دارن. متاسفم که دولتمندان این کشورهای دموکراسی به راحتی فریب میخورن و به دامش خواهن افتاد. یعنی روزی خواهد شد که چوبهای بسیاری از این باور اسلامی مردم دنیا اگر حقیقت رو درک نکنن خواهند خورد، همونطور که ملت ما خوردن. بله. هنگامی که قصد دارید روزه بگیرید، خود را ریاضت می دهید و سرتان را مثل نی خم می کنین و روی پلاس و خاکستر دراز می کشید. پس این هدف خدا نبوده در روزه گرفتن، که انسان از اقتدار بیاد خودش را حقیر کنه، خودش را ذلیل کنه. بله. و گمان می کنین با این کارها مقبول من خواهید شد. روزه ای که من می پسندم این است که زنجیرهای ظلم را پاره کنیم. واو، هاللویا. پس اگر ما اینجا می ایستیم میگیم سرنگون باد نظام اسلامی، اگر ما اینجا ایستادیم عزیزان بر علیه جمهوری اسلامی هستیم، ما ایمانداران به مسیح در راستی هستیم. هوشیار باشید آنانی که بد داوری کردید و بد داوری می کنید، و مسیحیانی که در برابر نظام اسلامی می ایستند، اونها رو میگید دور از کلام خدا حرف می زنن، کتاب مقدس این رو نمیگه. لطفاً توجه کنیم، آیا کلام خدا عوض شده؟ عوض میشه که شما به راحتی تو کلیسا چنین تعلیمی میدید که ما نباید بر علیه نظام اسلامی سخن بگیم، نباید سرنگون بگیم، نباید اعتراض بکنیم؟ این روزه حقیقی رو کلام خدا داره این گونه تعریف کنه که در برابر ظلم بایستیم مانند مارتین لوترها. بله. اجازه بدید من اشاره کنم. اشعیا 58 آیه شماره 6. بله. روزه ای که من میپسندم این است که زنجیرهای ظلم را پاره کنید. آمین. و یوغ ستم را بشکنید و مظلومان را آزاد کنید. آمین. خوراکتان را با گرسنگان تقسیم کنید و فقیران بیکس را به خانه خود بیاورید. آمین. اشخاص برهنه را لباس بپوشانید و از کمک به بستگانتان دریغ نکنید. آمین. اگر چنین کنین من نیز رحمت خود را همچون سپیده دم بر شما خواهم تابان. این هدف سازمان پیشتازان صلح هستش که 18-19 سال هست خداوند من داده و این رو بنا کردیم در کنار خادمی همچون برادرم بهروز عزیز و دیگر عزیزان ایستادیم و داریم با این هدف پیش میریم. ایمانم داریم موفق خواهیم شد. چرا؟ لطفا آیه بعدیش هم بخونید. و امراض شما را فوری شفا خواهم داد. آمین. حضور پرجلال من همیشه با شما خواهد بود. آمین. آمین. و شما را از هر طرف محافظت خواهم کرد. هللویا. وقتی دعا کنین اجابت خواهم کرد و هنگامی که کمک به طلبین به یاری شما خواهم آمد. آمین. اگر این گونه بایستیم این روزه حقیقی هستش. هموطنی که از ایران اومدی بیرون و فکر میکنی که حالا اون اسلام حقیقی نیست. بله، اسلام حقیقی هزار برابر بدتر از نظام اسلامیه. و میگی تو آمریکا دموکراسی هستش، حالا بعضی از مراکز اسلامی هم متاسفانه اینجا باز شده و تبلیغات اسلامی رو دارن انجام میدن، بریم افطاری اونجا، بریم افطاری این ور. هوشیار باش، اسلام متاسفانه راهی برای هلاکت. باید بیدار بشی دیگه. خدا همه چیز به ما داره نشون میده و این همون ریاکاریه. هموطن عزیزم، اگر میخوای روزه حقیقی بگیری، باید قلبت رو اجازه بدی
شسته بشه و پاک بشه و هیچ باور و هیچ دینی نیستش که مانند انجیل عیسی مسیح سریع اعلام کنه عیسی مسیح بحر گناهان تو روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد که اگر تو ایمان بیاوری قلبت پاک میشه و خدا در قلب تو قرار خواهد گرفت، با تو زندگی خواهد کرد و خدا بدون داوری تو رو رستگار خواهد کرد. قوت راست زندگی کردن رو ریز به توسط روح القدس به تو خواهد داد. سپاسگزارم برادر عزیزم. بریم با هم دیگه به سلیقه یاسر عزیزم کلیپی رو ببینیم و یا موزیک ویدیو رو ببینیم، برمیگردیم با آقای دکتر صحابه عزیز هستیم در اتوبا مسئله روز صحبت خواهیم کرد. در مصیبت ها و در سختی، در طوفان های این دنیا، تنها یک چیز مرا آرام است که تو با من هستی ای عیسی. گر نباشد مرا همدم، از هر سو جانم در سختی است، دانم نور امید تو شکافنده هر تاریکی است. تنها امید جانم عیسی، ستایم نامت را در هر جا، میدانم یک چیز را که تو تا ابد در قلبم پادشاه، با محبت بیمانندت پوشانیدی زندگیم را، نترسم چون تو این سلطانم در هیاهوی این دنیا. گر افتاده یا که ایستاده، گر خموده ام یا سر بلند، این امانت توست ای عیسی که گیرد دست من در هر بند. چیزی ندارم بهره ام جز این تن و جان خسته ام، تسلیده و شفا به من، با فیض تو گیرم من مرهم. تنها امید جانم عیسی، ستایم نامت را در هر جا، میدانم یک چیز را که تو تا ابد در قلبم پادشاه، با محبت میمانندت پوشانیدی زندگیم را، ندارم چون تو این سلطانم در هیاهوی این دنیا. تنها امید جانم عیسی، ستایم نامت را در هر جا، میدانم یک چیز را که تویی تا ابد در قلبم پادشاه، با محبت بیمانندت پوشانیدی زندگیم را، نترسم چون تویی سلطانم در هیاهو. چند تا کار آمریکا داره انجام میده. اول میخواد
ارز ما رو بکاهه. چی گفتی الان؟ خواهش میکنم یه بار دیگه تکرار کن. ارز ما رو بکاهه. چیزی نیست کمرم بود شکم. قدم دوم، آمریکایی‌ها برای اینکه ما را به زمین بزنن دنبال اختلاف هستند در داخل کشور. دقیقش نفهمید. کشور ما چند دسته بشه، روبروی هم بیستیم. خب من خیلی خوشحالم چون با مطالعه وارد این بحث شدیم. من خواهش میکنم فقط یه مقدار آمیانش کن که ما بفهمیم پیش بریم بحث رو. با هم بجنگیم، با هم دعوا کنیم. آمریکا شکست میخوره. در نظر بابا، البته هر جنگی زحمت داره. بشین بابا. بله بله، آنچه را که دیدیم عزیزان، میدونیم که دیگه به جای رسیده این نظام اسلامی به راحتی گذشته از انتقادهای که درست و با دلایل هستش، انتقادهای کمدی هم ازشون میشه و همه ما شاهد هستیم. اما باشه که عزیزان، با همین انتقادها، با همین کلیپ های کمدی، ما این در اصل غیرت در وجود ما برای سرنگونی نظام باشه. فقط اکتفا به این نکنیم یک کلیپ کمدی درست میکنم، ما به جمهوری اسلامی بخندیم و دنبال زندگی عادی خودمون بریم که دلیلی نشه که بتونیم در کنار هموطنان عزیزمون باشیم برای آزادی ایران. درود میفرستم خدمت آقای دکتر صاحب عزیز، کنشگر سیاسی عزیزی که با ما هستید. سپاس. خواهش میکنم. خدا شکر. متقابلا. مرسی دکتر صاحب عزیزم برای محبت و این روحیه فروتن شما، هموطن عزیز و گرامی ما. دکتر صاحب عزیزم، مطالب بسیار زیاد هست و داریم میرسیم گویا به یک تنگ راهی که در کنار سختی ها، اما چشمنداز ما داره قوی میشه. شاهد میشیم به فیض خدا سرنگونی نظام ببینیم و آزادی کشور عزیزمون ایران رو. اما یکی از اخبارهایی که میدونم که هموطنان عزیز ما رو متمرکز کرده، صدا ریفلکت میکنه. آره یه صدایی میاد، صدای ما دوبل بر میگرده. میشه یه کار که اون صدا بر نگرده؟ اشکاله. بس میخواستم اگر براتون مقدور هستش بپردازیم به این ناو آمریکایی. البته مشخصاتش هم خودتون لطفا بگید که داره نزدیک میشه به خلیج فارس. این ناو هواپیمای بر امروز از کانال سوئز به وقت محلی رد شد و وارد دریای سرخ شد. بله. یا بحر احمر در قول عربا دریای سرخ بقول ما، و در حقیقت وارد حوزه استحفاظی سنت کام شد. دست. سنت کام قسمت های بزرگی از اقیانوس هند، دریای عمان و همینطور کل منطقه شرقی خاورمیانه رو در بر میگیره. مرکزیت سنت کام آمریکا در قطر هستش. سنت کام هماهنگ هست با نیروی پنجم دریایی آمریکا در بحرین. این نیروی تقویتیه. من مشخصات واحد اعزامی رو میفرستم. این فقط یک کشتی نیست، 5 تا کشتیه. USS ابراهام لینکلن به شماره ثبتی CVN خط فاصله 72. درست. علاوه بر واحدهای هواییش، یک کشتی جنگی از نوع حامل موشک‌های کروز، یک کشتی جنگی دیگه به شماره DDG-96، کشتی جنگی میسون و ناوشکن کلاس آلی بریک میت مدل 1994. یعنی 5 تا کشتی فرستاده شده فقط در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 دوازده گروه هوایی، یعنی 12 اسکاتران هوایی وجود داره، از بمب افکن، جنگنده شناسایی، جاسوسی تا جنگ الکترونیک. از این 12 تا 9 تا هواپیمایی هستن و 2 تا هلیکوپتر. این به غیر از واحدهای پهپادی و واحدهای موشکی
دریاب سطح هستش. من فکر میکنم این فرستادن ناوگروه، چون یک دو ناو افغانواری دیگه هم در منطقه بود، هشداری برای دولت ایران، چون ایران هم توپخانه سنگین خودش رو در اختیار هشت شبی قرار داده و موشک های میان برد خودش رو به عراق میخواد منتقل کنه تا بتونه در بازی سیاسی که در نظر داره قدرتمندتر باشه. آمریکا هم تعداد زیادی از بمب افکن‌های B-52 خودش رو حدود 8 تا وارد منطقه کرده، علاوه بر اون 4 هواپیمای F-35 که پیشرفته ترین هواپیمای آمریکایی هستن رو به سیستم اضافه کرده. همه اینها برای اینه که ایران نتونه منافع آمریکا رو تهدید کنه. 41 پایگاه ضربتی هوابرد آمریکا دور تا دور ایران، از کشورهای عربی جنوب خلیج همیشه پارس تا پاکستان و افغانستان و ترکیه و عراق. فقط چیزی که هست اینه که سردار سلامی فرمانده سپاه میگن پایگاه های آمریکا دور تا دور ایران رو احاطه کردیم. من فکر میکنم مفهومش اینجور برعکس متوجه شدن. دشمن ما رو محاصره کرده، ما دشمن رو محاصره نکردیم، اونها دور تا دور ما، ما دور تا دور اونها نیستیم. ما اصلا پیشرفته ترین نوع هواپیمایی که در اختیار داریم مال سال 1353 هستش، 52 هستش، F-14 های ما هستش، یا تامکت که از جنگل‌دوای نسل 4 دو مثبت هستن که محمد رضا شاه فقید خریده، بنانم 25 تاش فعالن از 70 تا. بله بله راست. اگر شما سوالی دارید بفهم در این رابطه، در تو همین ناو، در رابطه با ناو که چیزی که مشخصه دولت امریکا تمام تدارک رو دیده برای اینکه در واقع تغییر نظام به وجود بیاد، چون این تغییر رفتاری که از جمهوری اسلامی اینها میخوان، کلن ما میدونیم که در ذات جمهوری اسلامی هیچ گونه تغییر رفتاری نیست، اینا همینی بودن که در 40 سال گذشته بودن و قطعا این تغییر رژیم شکل میگیره. حالا سوالی که اینجا برای من پیش میاد اینه که ما در طی این یکی دو دهه گذشته در منطقه دو تا تغییر رو دیدیم که توسط امریکا به وجود اومده. یکی در عراق بود که رژیم صدام حسین رو این را برداشتن و شخصی را با نام آقای چلبی آوردن گذاشتن اونجا، و یکی دیگه در افغانستان بود که اینا حکومت طالبان را در واقع برداشتن از اونجا و آقای کرزای رو بردن گذاشتن اونجا. آیا در طرح دولت امریکا به نظر شما یه همچین حالتی میتونه برای ایران پیش بیاد، با توجه به اینکه حقیقتا ما در ایران آلترناتیو داریم؟ شخص شاهزاده رضا پهلوی شخصیتیه که به عنوان یک محور و یک ستون هم از داخل ایران حمایت میشه و هم از بیرون ایران. آیا با توجه به اینکه ما یه همچین آلترناتیوی داریم، دولت امریکا در صدد اینه که برای ما یک چلبی یا یک کرزای در واقع به وجود بیاره و بیاره اونجا بذاره؟ نظرتون چیه؟ من فکر میکنم حالا آقای احمد چلبی یا آقای کرزای سابقه سیاسیشون خیلی خیلی متفاوته از سابقه سیاسی شاهزاده رضا پهلوی. اگر دقت کنیم آمریکا در جنگ عراق به مراتب موفق‌تر بوده تا جنگی که در افغانستان انجام شد. امروز که با شما صحبت میکنیم، همین الان، یعنی در 9 ماه می سال 2019، واضحاً 48% افغانستان دست نیروهای طالبانه. یعنی نه تنها طالبان شکست نخوردن، بلکه الان نیمی از خاک افغانستان رو تقریبا در اختیار دارن. درسته. و مدیریت واحدی هم ندارن. طالبان بعد از عمر محمد و ملا اختر منصور دیگه مدیریت واحدی ندارن، الان 19 گروه مختلفن. اما در عراق آمریکا به مراتب موفق تر بوده، گرچه با خروج نیروهای عراقی در سال 2011، ببخشید خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 از عراق، داعش قدرت گرفت و سال 2014 حتی موسیل و رمادی و فلوجه و تلفه رو گرفت و تا بیجی اومد، از اون برم تا 70 کیلومتری اربی. ولی خب مردم عراق باهوش بودن و از سرزمینشون دفاع کردن. اگر آمریکا بخواد بیاد به ایران حمله کنه، دو تا نقشه روی میز هست. طبق گفته های آقای لئو پانتا در سال 2007، ایران از مجموع افغانستان و عراق خیلی بزرگتره.
کشور وسیعه و همسایگی داره از نظر دریایی با روسیه. این قضیه باعث میشه که دو تا مورد بسیار مهم ایجاد بشه. وسعت بسیار بزرگ ایران، چون ایران 1,648,195 کیلومتر مربع، این خیلی زیاد. دوم نزدیکی همسایگی آبی با در دریای کاسپین، با دریای مازندران، با دولت روسیه. این موضوع باعث میشه که دولت روسیه مثل گذشته واکنششون بده. دو سال و نیم پیش سردار دهخان واضحا در تلویزیون شبکه دوی ایران گفت که مدت هاست نیروی هوایی روسیه در پایگاه شهید موجه همدان ما به یاد داشته باشیم در طرح لوپانتا که در سال 2007 شکل گرفت، دولت اوباما به این نتیجه رسیده بود که با یک بمباران سنگین، چه موشکی چه از طریق هواپیماهای پیشرفته مثل F-22، مثل F-35، هواپیماهای چند منظوره آمریکایی، میشه کلیه مراکز نظامی درجه یک، پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال انرژی، خطوط مخابراتی و مراکز اصلی سیاسی ایران رو زد. ایران رو در حقیقت دو قرون وسطا برگردون در نظر تکنولوژیک. شما فرض کنید کشوری که آب و برق و گاز و تلفن نداشته باشه، ارتباطات دیجیتالش از بین بره، جبرانش خیلی کار سختیه. اما وارد کردن سرباز به خاک ایران به این راحتی نیست، چون بی تردید از شمال ایران نمیشه سرباز وارد ایران کرد، چون مناطقیه که تحت نفوذ روسیه قرار داره. اگر دقت کنید هم ترکمنستان هم ارمنستان رابطه عالی با روسیه دارن، و همینطور کشور آذربایجان گرچه رابطه زیاد خوب نیست با روسیه ولی حساب میبره. اگر بخوان از راهی سرباز وارد ایران بکنن، باید از مرزهای جنوب، شرق یا غرب باشه. تهران تا جنوب ایران 1500 کیلومتر فاصله است. این فاصله یعنی فتح شهرهای بزرگی مثل اهواز، بندرعباس، شیراز، اصفهان، تقریبا قم، تقریبا رسوندن نیروی سرباز پیاده به تهران. من نمیگم برای آمریکا ممکن نیست، ممکنه، چون آمریکا سخت‌تر از اینو انجام داده تو جنگ جهانی دوم 1945، دقیقاً می 1945 جنگ جهانی دوم با کمک یک کشورهای دیگه در متفقین تمام کرد. اما لطمه زیادی به اقتصاد آمریکا میزنه و کشته زیادی میده. من فکر نمی‌کنم آمریکا سرباز پیاده وارد خاک ایران بکنه. همون طرح لوپانتاست، بمباران سنگین و نابودی کارخونه‌ها و اصولاً زیرساخت اقتصادی ایران. ایران رو از نظر اقتصادی نابود می‌کنن و با خروشی که در مردم ایجاد میشه، چون مردم میدونن جنگی که آخوندها به پا می‌کنن، جنگی که از سال 1357 بین مردم آگاه ایران و توجه آخوندی جا شد، این جنگ جنگیه که باید به سود مردم تمام بشه. مردم ایران سودی در جنگ یمن نمیبینن. مردم ایران دنبال حرف‌ها و مزخرفاتی که پاسدارها میزنن مثل قاسم سلیمانی در ارتباط با سوریه و لبنان نیستن. مردم ایران ملتی هستن صلح‌جو، متمدن، از جنگ بیزار، دنبال زندگی، زیست و دنبال گفتار نیک، رفتار نیک، بخصوصاً اندیشه و نیک هستن، دنبال مهرورزی هستن. مردم ایران دنبال این جنگ ها نبوده و نیستن. پس حساب مردم ایران از دولت ایران جداست. آمریکا همین نمیدونه. اگر بمبارانی شکل بگیره، من چند ساعت پیش داشتم همین رو به برادر رسول میگفتم، اگر موقعیت سیاسی شکل بگیره، مردم از اون موقعیت استفاده میکنن برای سرنگونی رژیم. بله بله. تصور میکنید پس منظور شما تصور میکنید پس بهترین حرکتی که ملت ما در این شرایط میتونن انجام بدن این هستش که به فیض خداوند که حتی بمبارون هم نشه، اما اگر رسید به اونجا آمین آمین. آمین. من فکر میکنم آمریکا سرباز پیاده وارد خاک ایرانه. بله. اگر چنین اتفاق دکتر صاحب عزیز افتاد، حالا این قلب ما این رو مایل نیست، اما اگر افتاد سیاست دیگه، سیاست رو نمیتونیم ما بگیم که رو فکر ما 100% پیش بره. اما اگر چنین اتفاقی افتاد، تصور میکنید که ملت ما در برابر این اتفاق تحول
چگونه میتونه باشه؟ ببینید من یه مثال میزنم مقایسه میکنم. ملت فرانسه در انقلاب کبیر فرانسه وقتی خاندان بوربون لوی 16 و ماری آنتوانت اوج ظلم رو به مردم کردن، مردم رو آزردن، مردم در فقر به سر میبردن و البته در همون حین دقیقا مثل حالا امپراتوری بوربون ها میلیون ها فرانک به کشور آمریکا یا به کشورهای دیگه کمک میکرد برای ضربه زدن به امپراتوری بریتانیا. مردم به خروش آمدن و دیدید چقدر راحت کاخ ورسای سقوط کرد. درست. امروز هم همینه، مردمی که روی چهارمین مخازن نفت جهان زندگی میکنند دلارشون 15500 تومانه، یعنی یک دلار آمریکا 155000 ریال ایران. این واقعا فاجعه است. ایران رو باید با زیمبابوه و ونزوئلا فقط در جهان مقایسه کرد. متاسفم سودان شمالی. متاسف. مردم از این وضعیت به خشم میان. حالا اگر نبردی هم اضافه بشه که هیچ دیگه، آمار تورم از اینم میره بالاتر. من فکر میکنم اگر نبردی رخ بده در خلیج همیشه فارس، ما باید منتظر دلار 20 یا 30 یا 40 هزار تومان باشیم. بله. و مردم ایران این شرایط رو به هیچ وجه تحمل نمی‌کنند. مسلماً. سپاسگزارم از اینکه فهم. بله بفهم. جناب دکتر صاحب، من میخوام یه سناریویی رو خدمت شما عرض بکنم و نظر شما رو در این رابطه داشته باشم. ابتدا اجازه بدین که من یه نگاهی بکنم به گذشته منطقه خوزستان. ما میدونیم که قبل از انقلاب جمعیت خوزستان یک جمعیت مختلفی بود از اعراب ایرانی منطقه خوزستان و افرادی که از جاهای مختلف ایران، از شمال، تهران، غرب، جاهای مختلف به خاطر مسئله کار در منطقه خوزستان اینا رفته بودن و اونجا داشتن زندگی میکردن. این شکل در واقع جمعیت آن زمان خوزستان بود. دو عامل به وجود اومد که باعث شد به تدریج این تغییراتی درش به وجود بیاد. ما میدونیم که قبل از انقلاب افرادی که بومی خوزستان نبودن و کارمند شرکت نفت، پالایشگاه، پتروشیمی بودن، اینا اضافه بر حقوقشون مبلغی هم بابت در واقع بدی آب و هوا می گرفتن که در اولین سال انقلاب جمهوری اسلامی اومد اینا برداشت و گفتش که دلیلی نداره که همچین پولی پرداخت بشه، ایران یک سرزمینه و همه ایرانی هستن و این باعث شد که یک درصدی از جمعیت غیر بومی خوزستان اون منطقه رو ترک بکنن چون دیگه انگیزه ای نبود و اینا اومدن منطقه رو ترک کردن. بعد از اون جنگ به وجود اومد و جنگ که به وجود اومد درصد بسیاری از غیر بومی های خوزستان باز خوزستان رو ترک کردن، ولی اون عرب ایرانی که اونجا آب و خاکش بود، در واقع بومی اون منطقه بود، اونجا رو ترک نکرد. یعنی به راحتی میشه نتیجه گیری کرد که شکل جمعیتی خوزستان امروز بیشتر درصد زیادی اینها اعراب منطقه هستند. و از طرفی الان ما با بررسی کردن طرز تفکر روحانیت در 200 سال گذشته و کلن باورهایی که اینا دارن، ما میدونیم که اینها به هیچ وجه نگران تمامیت ارضی ایران نیستن. اینها توجهشون به حفظ خودشونه و اسلام، و الان اینا اومدن با یک ترفندی که معلوم نیست چه سیاستی پشتشه، نیروهای هشت شعبی، فاطمیون و نیروهای وابسته به خودشون که غیر ایرانی هستن و در سوریه بودن، اینا رو آوردن در منطقه خوزستان متمرکز کردن. اگر امروز اینها تحت فشار شدید قرار بگیرن که قرار گرفتن، آیا این یه تئوری نمیتونه باشه؟ آیا این یه سناریو نمیتونه باشه که اینها خودشون هم برن در منطقه خوزستان و به عنوان یک منطقه خودمختار شیعه اونجا را مطرح بکنن و به راحتی از بقیه ایران بگذرن و با دولت‌های اروپا و امریکا هم کنار بیان؟ و خب ما میدونیم دولت‌های اروپا و امریکا هم دلشون همیشه برای منافع خودشون میتپه، نه برای من ایرانی و شمای ایرانی. نظرتون در رابطه با این سناریو چیه؟ به خدمت شما که جناب بهروز، من اول بگم که در استان خوزستان شهرهای اندیمشک
مسجد سلیمان، ایزه، باغملک و خیلی از شهرهای دیگه خوزستان 100% بختیاری هستن. دقیقاً بختیاری هستن. من نکته بسیار مهمی خودم در شهر اهواز و منطقه کیانپار چند سال ساکن بودم، الان خواهرم اونجا زندگی میکنه و الانم اونجا رفت آمد داریم و خونه داریم میدونم. بله، بخشی از مردم خوزستان اعراب خوب هموطن ما هستن، بخشی دیگه اقوام بختیاری هستن که به قدمت تاریخ اونجا. البته اقوامی دیگه هم هستن، مثلا اگه شما دقت کنید در منطقه هفت گل خوزستان اگر تشریف برده باشید ترک هست و به یکی از گویش های زبان ترکی صحبت میکنن و البته در شوشتر و دسفول و بهبهان هم مردمانی هستن که فارس سوار هستن و غیر از بختیاری های عزیز و عرب های هموطن ما. اما مطلب دوم که شما فرمودید، فاطمیون افغان در صورتی که بین 12 تا 18 ماه در سوریه بجنگند و همینطور زینبیون پاکستانی، خودشون پدر و مادرشون، همسر یعنی خانومشون و فرزندانشون تابعیت ایران رو به دست میارن. بله. شما میدونید در حالت عادی اگه یه مرد افغان با یه زن ایرانی ازدواج کنه تابعیت ایران رو بچه هاش کسب نمی کنن. ولی در صورتی که این آقا مراجعه کنه، حالا بر اساس منطقهی که داره نبرد انجام میده، اگه منطقه خطرناکی بود مثلا الان فرستادنش، همین درگیری هایی که بود مثلا پارسال در بوکمال اونجا فرستادنش، الان فرستادنش درگیری های منطقه لازقیه، خب اونجا خطرناکتره، امتیاز بیشتر. یعنی دولت آخونی دنبال اینه که اینها رو بهشون تابعیت بده، به خودش و خانوادش. این اعرابی که با هشت شبی جنبش نوجوا از عراق آمدن، با حزب الله لبنان از بیروت آمدن، مثلا منطقه جنوب لبنان به ایران، کلن 5000 نفر نیست و الان در 2 پادگان حضور دارن، یکی در منطقه استان ایلام، یکی هم در منطقه استان خوزستان. اما من یه خورده میخوام برم عقب‌تر. این فرمودی که شما گفتید خیلی سال پیش شروع شد، از سال 1361 که خرمشهر به دست نیروهای ایرانی و سربازان عاشق وطن با دریایی از خون سربازان عزیز ایران آزاد شد، تعداد زیادی اسیر عراقی گرفته شد در عملیاتی که با رمز علی‌بیت المقدس انجام شد سال 61. خب ایران متوجه شد که حدود 70% از این اسرا شیعه‌اند و خیلیشون رابطه خیلی بدی با دولت صدام حسین دارن، اومد و لشکر نوح بدر رو به رهبری آیت الله حکیم از همین آدما شروع کرد. اگه شما الان دقت کنین نیروهای بدر بیش از 15,000 نفرن و تعداد بسیار زیادشون بعد از خلع صدام در سال 2003 برگشتن عراق و وارد ارتش عراق شدن. اینها خانواده هاشون رو به ایران آوردن یا همسران ایرانی خودشون رو با خودشون بعد از سال 2003 به عراق بردن. من فکر نمی کنم که یک منطقه مستقل عرب نشین در خوزستان تشکیل بشه، چون زمان شیخ خزعل و پسر شیخ خزعل خودش رو سردار اقدس صدا می کرد، پسرش هم که ولیعتش بود گفتن سردار اجل که رضا شاه ایشون رو در 1307 بازداشت کرد بدون خون ریزی، اعدامش هم نکرد، تبعیدش کرد کرج. من فکر می‌کنم این قضیه تو ایران تکرار بشه، ولی بافت بومی منطقه مدت هاست که تغییر کرده. اگر شما به استان خوزستان تشریف بیارید می‌بینید بین ناحیه خرمشهر و ناحیه بصره فاصله نیست. و مطلب دیگه اینه که از نظر گویش هم گویش دوبر اروند چه در سمت شرق ایران چه در سمت غرب منطقه عراق، اعراب ایرانی و اعراب عراقی دو سمت از نظر لهجه بسیار نزدیک به هم صحبت میکنه. من فکر نمی کنم ایران اجازه بده که نفخیزترین جای رژیمی در ایران اجازه بده نفخیزترین جای مملکت ازش جدا بشه، چون بعد از قسمت فلات و آره و قسمت های غرب که قصر شیرین و جناب دکتر صاحب قطعاً که ایران و ایرانی اجازه همچین کاری رو نمیده. ولی مسئله امروز جمهوری اسلامیه، توجه میکنین؟ با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دلسوز ایرانی نیست، دلسوز این سرزمین نیست، این جای سواله که اگه اینا همچین فکر نمی‌کنن جمهوری اسلامی
65% درآمد نفتی خودشو حذف کنه، چون الان حدود 65% درآمد نفتی ایران دقیقاً از همون منطقه است که شما فرمودید. ببینید نکته اینجاست که اگه ایشون بخواد همین 65% رو در منطقه خوزستان به حاکمیت خودش اختصاص بده، نکته من اینه، من نمیگم از این بگذره، بره در اون منطقه و اون منطقه که یه همچین سرمایه‌ای داره اونجا رو به عنوان خلافت شیعه در نظر بگیره و اصلا از تهران و شمال و به اصطلاح شرق کشور بگذره، رها کنه. خب ببینید من اولین بار بود راستش تو این چلو دو سال عمرم همچین فرمایشی رو میشیدم، ولی خب ببینید 30 تا استان ازش بگذرن به یه حدود نصف استان اکتفا کنن، حالا خب به نظر من این کارو نمیکنن مگر اینکه با جنگ شدیدی باشه. شما اگر دقت کنید مساحت سوریه 180,000 کیلومتر مربع. جناب دکتر صاحب مگه عقب نشینی نکرده؟ جناب دکتر صاحب طی 200 سال گذشته که دو بار کشور ما رو کوچیک کردن، مگه روحانیت باعث و ریشش نبوده؟ واقعا ببینید عرضم به خدمت شما که حالا از بین اینو من براتون بگم، در طول 200 سال گذشته ایران 6 بار کوچیک شده. قرارداد گلستان، قرارداد ترکمانچای که باعث کاپیتولیسیون هم شد، بعد دو قرارداد دیگه که اینا معروف نیستن ولی هر دوش حال زمان محمدشاه و پسرش ناصرالدین شاه هن، قرارداد 1857 پاریس و قراردادی که چند سال بعد اتفاق افتاد اخلق، یعنی کل نواحی غربی افغانستان از ما جدا شد. نه. اینا به خاطر روحانیت نبود، قرارداد پاریس و قرارداد اخلق به خاطر ضعف منحط خاندان قاجار بود. قرارداد ترکمانچای و از دست رفتن 17 محال آذربایجان، بله به خاطر روحانیت بی تردید اشتباه بزرگ روحانیت بود که در شکی و شروان و چند تا نقطه دیگه در داغستان شورش کردن، از عباس میرزا کمک خواستن، یک حرکت احساسی بود حدود 15 سال 14 سال بعد از اهدام گلستان که متاسفانه به شکست سنگین نیروهای ایرانی انجامید. جنرال پاسکوویچ در روزهای آخر جنگ تا قزوین پیش رفته بودن پیش خرابولاش و کل شمال غرب ایران رو منهزم کرده بودن. ایران مقدار بسیار زیادی تاوان داد، البته خب ایران عباس میرزا رو داشت، ایران مردم شریف و قوی آذربایجان رو داشت، قسمت عمده فشار اقتصادی و نظامی رو بودن، ولی وقتی به تاریخ فتحعلی شاه عزیزا مراجعه میکنم میبینیم فتحعلی شاه دو بار اردوی جنگی ایران رو، یه بار در قبل از قرارداد گلستان ایران رو در زمان ترکمانچای منحل اعلام کرد برای اینکه نمیخواست پول اردو رو بده. بعد مجبور شد 4 برابرش رو تو قرارداد ترکمانچای نقد به طلا باج بده. راستش من فکر نمیکنم با وجودی که آخوندها انسانهای اصلا شریفی نیستن به این راحتی از 90% خاک ایران چشم‌پوشی کنن، چون ایران خاک زرخیزی داره. دعا میکنیم که این چنین نباشه بابا. آمین. من هیچ کشوری و هیچ مردمی به این راحتی اجازه این کارو نمیدن. شما به یاد داشته باشید مردم معصوم همین نواحی آذربایجان که الان از ما جدا شده چقدر جنگیدن، کشته دادن از هر دو سوی مرز برای اینکه جلوی نیروهای روسیه رو بگیرن، ولی خب ابزار جنگی اونها پیشرفته بود، با دنیای امروز آشنا بودن. متاسفانه قشون قاجار سربازان شجاع و تعداد بسیار زیادی جنرال قاجاری بی‌لیاقت داشت و همونطور که می‌بینید عباس میرزا هم کاری نمیتونست از پیش ببره. همین عباس میرزا آدمیه که در 2 جنگ پشت سر هم قشون عثمانی رو شکست داده. همین عباس میرزا آدمیه که توی درگیری‌هایی که در افغانستان رخ داد تا عباس میرزا زنده بود ایران افغانستان از دست نداد و شکست ها در زمان پسر عباس میرزاست، یعنی محمد شاه نوه فتحعلی شاه، چون بعد از فتحعلی شاه هیچ کدوم از پسرانش پادشاه نشدن، پسر پسرش یعنی محمد شاه 14 سال بودن یه خود کمتر حکومت کرد و 50 سال ناصرالدین شاه. من فکر میکنم ایرانی که امروز به عنوان ایران میشه، البته یه تیکه از این بلوچستان ایران 143,000 کیلومتر از بلوچستان ایران هم زمان ناصرالدین شاه جدا شد. بله. و بعد از ناصرالدین شاه یعنی در زمان مظفرالدین شاه ایران همین کشوری شد که الان شما ابعادشو میبینید. بله. یعنی دیگه از زمان مظفرالدین شاه ایران کوچیک نشد، گرچه فرموده جناب بهروز
اینجا درسته در زمان مظفرالدین شاه شیخ خزر اعلام استقلال کرد و پرچم درست کرد به نام خودش و بعد پسر سکه زد قشون زمینی و 4 تا کشتی نیروی دریایی درست کرد. ولی میبینیم شیری از بیشه ایران، مردی بزرگ از جنس تاریخ، از جنس بودن، از جنس شرف به نام رضا شاه بزرگ میاد به کمک سربازان ایرانی، دوبار درگیر میشه و در بار آخر کل منطقه خوزستان از لوس وجود شیخ خزر و پسر سردار اجل پاک میکنه. البته اعراب خوزستان هموطنان خوب ما هستن، همه دوستان نایزان و عاشق ایران هم. از جنس بودن هم. بله. آمین. آمین. با سپاس. من فکرم خیلی زیبا در این رابطه آقای دکتر صاحب عزیزم صحبت که همچنین بهروز عزیزم موضوعاتی هستش که فکر کنم باید مطرح بشه که اندیشه نیکویی داشته باشیم. بله موضوع مهمی بود. خیلی خیانت قاجار به ایران این موضوعیه که واقعا باید مطرح بشه. بله اگه پهلوی نبود امروز ایرانی به این طور نبود. براو این گربه ملوز اصلا نبود. براو بعضی از دوستان میخوان نمیدونم چی رو توجیه کنم، من نمیدونم، ولی خیانت فتحعلی شاه، نوش محمد شاه و ناصرالدین شاه باعث قراردادهای گلستان، ترکمانچای، قرارداد پاریس که ننگین‌ترین قرارداد پاریسه، قرارداد اخلق و قرارداد بلوچستان شد که کل بلوچستان ایران از ایران جدا شد به امپراتوری بریتانیای هندی و الان داخل خاک پاکستان. یه قرارداد ارزروم هست که اون حالا از نظر مرزی زیاد تاثیر نذاشت. بله با سپاس. کلا 5 قرارداد. بله. آقای دکتر صاحب عزیزم چون وقتمون داره به انتها میرسه، میدونیم که بازار ایران همش در حال شوک شدن هستش و یکی از شوکهای جدید هم همین بود که دولت آمریکا میدونیم که صنایع فلزی و معدنی رو ایران رو دوباره تحریم کرد. فکر میکنم تا 90 روزم فرصت داده اگر اشتباه نکنم به ایران. بله خب این شوکهایی که داره پشت سر هم ایجاد میشه برای نظام اسلامی و به طور خاص برای بازار که خب آسیبش ملت ما هم میخوام و نظام اسلامی دوست داره این آسیب رو بخوره، شما سرانجام این تحریم ها رو کجا میبینید در مسیر اینکه ما بتونیم هرچه زودتر شاهد سرنگونی این نظام باشیم؟ دوست خوبمون جناب بهروز چند دقیقه پیش حرف قشنگی زدن. بله محفظ کلامشون بود، اصلا ما در ایران چیز به نام مدیریت نداریم. بله الان جمهوری اسلامی به صورت آتش نشانی عمل میکنه. دقیقا هر جایی که دیگه به حد افتضاح رسید خون مردم به جوش اومد مداخله میکنه، اونم نه مداخله سازنده، گردانهای رزمی سپاه رو میفرسته برای کوبیدن مردم. شما دقت کنید آمدن جنگل ها رو تراشیدن از بیخ و بن، سد ساختن غیر منطقی، بزرگترین آبشورخان جهان رو در خوزستان ساختن. حالا دولت ایران 41 سال فرصت داشت بعد از دوران شکوفایی اقتصاد ایران، یعنی بین سال 1962 تا 1975 اقتصادی که در این 12-13 سال رشد اقتصادی ایران 2 رقمی بوده. یعنی حتی به 11.8% سال 53 رسیده. بیشترش هم کار انقلاب نوینی بود که همون سال 42 حدودن 41 سیستم شیده شد به توسط شاه و زحمات آقای حویدا و یه تیم عظیم از کارشناسانی که هم تجربه کاری داشتن هم دانه‌ای. رژیم ایران در این 41 سال وابستگیش به نفت بیشتر و بیشتر شد که کمتر نشد، به خام فروشی بیشتر شد که کمتر نشد. امروز در سال 1398 مقدار نیاز کشور ایران به نفت و ساور فروش نفت از سال 1350 بیشتره. یعنی ما سال 50 اقتصادمون غیر نفتی تر بود تا حالا، امروز 92.7% اقتصاد ما نفتیه، یعنی نفت، گاز، عیانات گازی و پتروشی. بعد از اون چیه؟ آهن، مس، آلومینیوم و و و کل محصولات. از اقتصاد غیر نفتی که بریم بازم خام فروشیه. یعنی ایران هرگز در این 41 سال پروداکت دست ساخته تکنولوژیک تولید نکرده. یعنی ایران نیومده از این فولاد، از این آلومینیوم ابزار بسازه، چه پیشرفته چه ساده، خام به صورت سنگ آهن.
به صورت شمش آلومینیوم اینها رو فروخته. امروز 5 تا 6.5 میلیارد دلار درآمد ایران باز کم میشه به خاطر حرفی که آقای حسن روحانی زدن کاملا نپخته و خام که آقا میخوام از برجام بریم بیرون. من یادم پارسال بود کلاته در آمد نیوز آمده بود گفته مال بنده یا پرارسال در طور بند 7 منشور سازمان ملل اگه ایران از برجام خارج بشه مشمول بند 7 میشه و عملا سازمان ملل تحریم های سنگینی رو بر ایران اعمال میکنه، خیلی سنگین تر از این که آمریکا گذاشته و اگه اصلاح نشه همون راهی رو میده که عراق رفت و این منجر به جنگ میشه. ای کاش این آقای حسن روحانی با اون دکتراشون که حتی من نمیدونم چطوری از از گلاسکو اسکاتلند گرفتن ولی انگلیسی بلد نیستن، یا آقای جواد ظریف که از بوقچی های حزب اللهی بودن در دهه 1970 در آمریکا کمی شعور سیاسی داشتند. یک جمله آقای حسن روحانی 5 تا 6 میلیارد دلار تبعات اقتصادی برای این مردم فقیر داشته. ما امروز با مردمی صحبت میکنیم، با مردمی شریف اما رنج کشیده، مردمی که متاسفانه به قول آقای اسحاق جهانگیری که من ایشون رو پینوکیو دولت ایران میدونم انقدر دروغ میگن، امیدوارم از این عادت زشت دست بردارن. آقای اسحاق جهانگیری میگه خط فقر 2,700,000 تومنه، بعد حقوق کارگر، کارگر یعنی مؤثر، کارگر یعنی مفید، کارگر یعنی تلاش، چقدره؟ 1,570,000 تومان. بعد جالبه مدرک حوزه در کارشناسی آقایون فوق لیسانس ارزیابی میشه. اینا اکثرا سیکل ندارن، حتی دیپلم هم بگم بهتون میگن نه دیپلم دارن نه سیکل، یعنی 90% اینها دیپلم ندارن. چون باقی مونده شون مثلا حتی دبیرستان و هیچ راهنمایی هم نرفتن، مستقل سیکل و دیپلم آقا ندارن، مدرک حوزه شون رو فوق لیسانس ارزیابی میکنن و بهشون 3 تومن 4 تومن 5 تومن در منزل نشستن حقوق طلبگی میدن. یک کارگر چقدر میگیره؟ 1,570,000 تومن. آیا در تهران به گفته کارنیوز که ادمیناش از دوستان ما هستن، حداقل با ما در ارتباطن، به گفته کارنیوز زیر 5 میلیون در تهران و زیر 3 میلیون در شهرهای بزرگ ایران مثل تبریز، مشهد، قم، اصفهان، شیراز، بندرعباس، عباس نمیشه زندگی کرد؟ بله. چطور یک کارگر باید حقوقش 1,130,000 تومان از خط فقر خود دولت ایران کمتر باشه؟ بله. این فقط سوال منه. مردم چگونه میخوان این شرایط رو تحمل کنن؟ الان فقط این نیستش که آهن ما رو نخرن، آلومینیوم ما رو نخرن، صنایع فولاد ما که 6 تا کارخونه اصلی فولاد ایران داره اونها ورشکست بشن، این کارگرا رو بیرون میکنن. 100%. کارگری که بیرون نمیتونه تعامل اقتصادی داشته باشه، پس هر روز قسمتی از اقتصاد ایران نابود میشه. آقای احمدی نژاد و اشتباهاتش که منجر شد به تحریم های سازمان ملل ظرف 2 سال 70% اقتصاد ایران رو به حالت نیمه تعطیل در آورد تا سال 93، اول 93 با برجام مردم فکر میکردن اوضاع بهتر میشه. امروز نه تنها اوضاع بهتر نشد که بدتر شد. با اون 150 میلیارد دلاری که آقای اوباما یه دفعه ریخت تو دامن اینها، از پول ملت بود ولی صرف موشک شد در سوریه، در لبنان، در یمن، در عراق، تحریک شد در بحرین و به مردم ایران چیزی نرسید. من از دوستان عزیز میپرسم آیا تا حالا جز ایران کشوری رو دیدید در 10-15 سال اخیر که رو موشکاش بنویسه به 3 زبان فارسی، عبری، عربی؟ عجب که خواهان نابودی یک کشوری هست که در سازمان ملل به ثبت رسیده. در خود فلسطین، در کرانه باختری رود اردن، یعنی قسمت از اعظم فلسطین که 2/3 مردم فلسطین اونجا هست. جناب دکتر صحابی، این از اون این از اون محبت اسلامیشون میاد. 100% اینها دنبال صدور انقلاب هستن، اما عجیب ملت بدبخت ایران. بله متاسفم. اگر دقت کنید مردم ما بسیار فقیرن. جالبه میانگین حقوق یک کارگر در غزه 4 برابر میانگین حقوق یک کارگر در ایرانه. در شرایطی که ایران
1,570,000 تومان دیگه، یعنی 100 دلار. درسته؟ کارگر در غزه 438 دلار میگیره در سال 2019. نفتش مال ماست، حقوقش مال کارگر غزه. بله، مردم ما به سطوح اومدن از دست این سیستم. به سطوح اومدن. این سیستم قابل اصلاح نیست. اصلا تنها دولتی هستش که میاد لقمه نان رو از سر سفره ملتش بر میداره و به ملت‌های دیگه کمک میکنه. فکر نکنم هیچ دولتی چنین کاری رو تا الان کرده باشه، ولی نظام اسلامی انجام میده. با سپاس از دکتر صاحب عزیزم، ما در دقایق آخر هستیم، اگر مطلبی هست در همین رابطه صحبتی از خوشحال میشنیم تا این چند دقیقه شما بشنویم. یک بار دیگه این عرض خدمت شما و دوست خوبم که امروز باشون آشنا شدم، جناب استاد بهروز داشته باشم. ببینید، خیلی در طول تاریخ یک ملت مورد هجمه بیگانگان قرار گرفت. این بوده. مثلا الکساندر دگرت، اسکندر مقدونی اومده و سلسله هخامنشیان رو منهزم کرده، حدود 780 سال با پراکندگی‌هاش در ایران بوده. و بعد ما در پایان سلسله ساسانی حمله قشون اعراب رو به ایران داشتیم، گرچه سلسله های در ایران اومدن مثل طاهریان، مثل صفاریان، مثل در ادامش سامانیان، مثل غزنویان، سلجوقیان، حالا بعضشون رابطه خیلی بدی داشتن با سلسله اول بنی امیه، حالا در زمان بنی امیه که در ایران سلسله نه، در زمان بنی عباس، مثلا یعقوب و لیث و عمرو و لیث صفاری رابطه‌شون بد بود، بعضیشون رابطه خوبی داشتن مثل سلجوقیان. اما فرهنگ مردم ایران در دراز مدت اجازه نداد که زبان بیگانه بر ایران مسئولی بشه. ما نویسندگانی داشتیم، نوابغی داشتیم که فرهنگ رو حفظ کردن. وقتی مغول ها به ایران حمله کردن خیلی سعی کردن، ولی اصلا جایگاهی در اون 300 سال، چه در زمان حمله مغول ها، چه در زمان حمله گورکانیان، اصلا جایگاهی در ایران پیدا نکردن. امروز آخوندها نسل چهارم بیگانگانی هستن که به سرزمین ما حمله کردن. برام. تمام سعیشون فرهنگ ماست. فرهنگمونه که بزنن اقتصادمون هم میزنن، فرهنگمون هم که بزنن خاکمون هم میزنن. اینها مردم رو، ملت رو تبدیل کردن به امت، اینا کشور ایران رو تبدیل کردن به سرزمین های اسلامی. اینها هدفشون فرهنگ ماست. درست. اینها هدفشون اینه که ما از خود غافل بشیم، ولی ما به خودمون بر میگردیم. آمین. مردم امروز ما دیگه مردم سال 57 نیستن. آمین. آگاهن. آمین. مردم امروز ما آگاهن. من دفعه قبلم به شما گفتم اگر آپتین رو کشت زهاک، پسرش فریدون برگشت. بله. فریدون برگشت کنار یک سری مردم مثل کاوه که از جنس کار بود، آهنگر بود، و انتقام گرفت، آزادی رو به مردمش برگردون، مردمش آزاد شدند. اگر فرهنگ ما بمونه اینا شکست میخورن. آمین. آمین که به فیض خداوند. در خود استیلای دشمن در ایران یک نابغه ایرانی، یک خراسانی قلم به دست میگیره، 30 سال میگه بسی رنج بردم به دین سال 30. میبینید که جناب فردوسی قلم به دست میگیره و با همون ابزار قلم بزرگترین کتاب شعر جهان رو خلق میکنه، تو خب عمرش رو پایه میذاره. و امروز اگر ایران زنده است به خاطر فرهنگ ایرانه. بسیار. تا فرهنگمون رو داریم اینا نمیتونن شکستمون بدن. آمین. آمین. فرهنگ از بین ببرن اقتصاد رو میبرن، کشورم تجزیه میکنم. بله، سپاسگزارم. مهر شما با امید خدا، به فیض خداوند، با همت مردم شاهزاده به ایران برمیگرده، شاهزاده رضا پهلوی، و آمین، و شاهد ایران آزاد و ادامه انقلاب سفید خواهیم بود در ایران، ادامه حزب رستاخیز خواهیم بود که آزادی به ایران برمیگرده. آمین. آخوندها نمیتونن، ایران پاسدارا بدتر از آخوندان شاید. بله. نمیتونن جلوی مبارزه و مشی نافرمانی مدنی رو در ایران. آمین. با فیض خدا سپاسگزارم از مهر شما، دو تا صاحب عزیزم، شما رو دستان خدا میسپارم. عزیزی ممنون از شما. شما رو ازتون تشکر میکنم. شبتون زیبا. اینجا الان وقت ما به وقت امارات ساعت 11:20 شب است. شب خوبی داشته باشید. تا برنامه دیگه شما رو به دستان مسیح میسپارم. فعلا خدا. زنده باشین. متشکرم. سپاس. عزیز. خدا حافظ.
عزیزان برنامه ما زنده هستش، پس می توانید ما رو شیر کنید با دوستانتون که عزیزان بهره بگیرن از آنچه که عنوان شد از دکتر صاحب عزیزان، بهروز عزیزان مطلبی که اعلام کردن. اما روی فیسبوک بسیار سوال میگه، خب من راستیتش وقت این رو ندارم روی فیسبوک روی اینستاگرام باشم، گاهی نگاهی میکنم عزیزانی هستن، حتی یک شرکتی هستش که این شرکت داره تکر میکنه این نوع خدمات ما رو، در کنار این خادمی توی کلیسا هستن، از جمله خود بعد از بهروزم قسمتی اون رو دارن نسبت به امور خدمتی کلیسا و مسئله روز سیاست تکر میکنن، کمک میکنن. یکی از سوالاتی که داره خیلی زیاد میشه این هست که ما چگونه بریم دوباره رأی بدیم. آنچه در گذشته نسبت به رأی که صحبت شد برای اون سایتی که اعلام کردیم، سایت راه رهایی برای ایران بود، سپاسگزار هستم که اسم رو عنوان کردید، حتی اسم بعد از بهروز عزیزم رو خیلی‌ها اعلام کردن، سپاسگزار هستیم. اما الان توی مرحله دوم گویا هستش و من میخوام از خود بعد از بهروز بشم، چون میدونم که شما پیگیری میکنید که مردم گویا 20 چند روز هم بیشتر وقت نیست و اینو میخوام فقط عرض کنم خدمتون، شاید بعد از تمام این رأی ریزی شما ببینید که هیچ نتیجه‌ای داده نشد، برفرض هیچی نشد، نمیدونیم، اما همت در این مسیر خیلی خوبه، چرا که ما بی تفاوت نیستیم. روز اولم عرض کردم من خیلی خوشحال میشم که عنوان بشه که مسیحی‌ها بی تفاوت نیستن. اینو بدونیم که کلام خداوند میگه هم قدرت هم قوت رو روح القدس به ما داده، هم اجازه شو داده، هم توانایی شو به ما داده تا در برابر شیطان و روحای شریر و ظلم و ستم بیستیم، همون گونه که الان از کتاب اشعیا 58 خوندیم که روزه حقیقی هم یعنی در برابر ظالمان ایستادن. عزیزان پس بی تفاوت ما مسیحیان نباید باشیم. امیدوارم که معلمینی نباشن که در کلیسای فارسی زبان دیگه از این سخنان بگن و اگر میگن بیشتر تأمل کنن، چون یه روزی پشیمون خواهند شد، ایران آزاد میشه، شما چیکار میخواید بکنید وقتی که از آزادی کشورمون ایران صحبت نکرد. و هوشیارم باشیم لطفاً این موضوع رو لوس نکنیم، یعنی اگر کسی الان در بین خادمین و شبانان و کشیشان هستن، عزیزانی که پیشکسوت هستن و میلی به این ندارن درباره ایران صحبت کنن، میلی نسبت به آزادی ایران ندارن سخن بگن و میلی به این ندارن که حتی بگن سرنگون باد این نظام اسلامی، شما که عضو اون کلیسا هستید، شما که اون شخص رو دوست دارید که واقعا هم از نظر روحانی جایگاه بسیار عالی و خوبی داره، معلم بسیار خوبی است، اما میگه من هدایت نمیشم، هیچ لزومی نداره اسم ایشون رو توی اون لیست بذارید، به خاطر اینکه وقتی تماس میگیرن ازشون میپرسن آقای فلانی، آقای کشیش فلانی، شما در رابطه با این موقعیت میخواید باشید، یه دفعه میگن نه. خیلی هم سخت میگن نه بعضی موقع ها که اپوزیسیون هم تعجب میکنه، میگه اینا کی هستن، این هرکارا چه، یا اون کسی که اصلا تا حالا دلش نیومده درباره ایران سخن بگه، آزادی ایران سخن بگه، وقتی شما اسم این افراد رو مینویسید، این یه مقداری لوس کردن هستش به طور خاص برای اپوزیسیون، برای مردمی که هنوز با مسیحیت آشنا نیستن. پس خواهش میکنم لطفا کارهایی که میکنیم ما حکیمانه باشه. من قبلا خدمتتون عرض کردم خیلی میل به این داریم، من بهروز عزیزم، خادمی که کنار من هستن، برای آزادی ایران صحبت میکنیم، مال امروز هم نیست. شما اگر روی یوتیوب برید سالهای گذشته شما میبینید، حتی ما روی یوتیوب روی اینترنت عکس‌ها و فیلم‌هایی داریم که در برابر نظام اسلامی استادیم، صحبت‌های ما امروزی نیست عزیزان، حتی در کلیسای پرستان مسیح افرادی بودن به خاطر همین صحبت‌ها از پیش ما رفتن، خداوند با اونها باشه هر کجا هستن، اما اونها میلی نداشتن ما درباره آزادی ایران سخن بگیم. پس عزیزان هوشیار باشیم که چگونه داریم عمل میکنیم. من بقیه رو میسپارم دست بعد از بهروز عزیز که در این رابطه راهنمایی کنم، مطلبی هست. من در ادامه صحبت‌های شما عرض کنم که ببینین وقتی شما وارد سایت میشین و به قسمت رأی‌گیری میرین، افراد بسیاری که معرفی شدن اونجا عکسشون رو میبینین و اسمشون رو میبینین و چیزی که باید بهش توجه بکنین، اونجا مثلا شما
بسیاری از هنرمندا رو میبینیم، خب هیچ اشکالی نداره، ولی اگه بین دو تا هنرمند میخواین یکیشون رو انتخاب بکنین، باید توجه داشته باشین که این هنرمندی که الان شما میخوای انتخاب بکنی در طول 10-15 سال 20 سال 30 سال گذشته چه برخوردی با نظام جمهوری اسلامی داشته. آیا بله. نسبت به این سیستم بی تفاوت بوده رو. یا اینکه نسبت به این سیستم اومده برخوردی داشته، چه میدونم ترانه‌ای بر علیه این سیستم خونده، خب نشون میده که ایشون در چه جایگاهی قرار گرفته. درست. یا فرضاً شما ممکنه تصویر چند کشیش ببینید، خب شما باید باز برگردین و نگاه بکنین دو تا این کشیش ها رو اگه میخواین مثلا فرضاً به یکیشون انتخاب بکنین، به یکیشون رأی بدین، باید ببینین که آیا این کشیش در طول این سالهای گذشته برخوردش با این نظام به چه صورت بوده. آیا ساکت بوده، گفته نه من یک کشیش مسیحی هستم، من نباید در امور سیاسی دخالت بکنم، خب من برای چی باید بیام به این شخصی که خودش علناً یه همچین طرز تفکری داره، من برای چی باید به ایشون رأی بدم؟ اینه که این رأی‌هایی که ما میدیم اینها در صورتی میتونه در مسیر درست قرار بگیره که ما انتخاب درست داشته باشیم. مسلم. و خواهش میکنم که با صبر این کار انجام بدین. من امروز فکر کنم 9 روز از این مطلب گذشته، شخصا هنوز رأی ندادم، نه اینکه نخوام رأی بدم، هنوز دارم فکر میکنم و میخوام این کارو کاملا درست انجام بدم. خواهشم اینه که شما همین کارو انجام بدین. من یک ویدئویی تهیه کردم توی صفحه فیسبوک من هست، راهنمایی میکنه خیلی مختصر که شما چگونه وارد این سایت بشین. یه مقداری سرورش بعضی موقعا ضعیفه چون خیلی‌ها وارد سایت میشن، سرعتش میاد پایین، باید که صبوری به خرج بدین و صبر کنین تا به صفحات بعدی بتونین برین، و اگرم احیانا در یک تایمینگی باز نشد میتونین 1-2 ساعت چند ساعت بعد مراجعه بکنین و این کار رو انجام بدین. ممنون از همکاریتون. بله بله، اون سایت رو دارید اسمش www.rrmiran.com بله سایت بله. هست بله تو فیسبوک. بله بله هست. پس چقدر خوبه که بی تفاوت نباشیم عزیزان، بدونیم. حالا شاید میگم اصلا این موضوع رای ریزی تموم بشه، اما این خوبه که ما از الان باید آسینا بالا باشه، شاید بعد از این دوباره موقعیت دیگه هم برای رای باشه. یعنی فقط این گونه نیست که بگیم این تموم میشه، ایران ما آزاد میشه، باید آماده باشیم. بله همون گونه که اتاق فرمان لطف کردن سایت رو میذارن، دارن نشون میدن. بعد به روز میخواد شما توضیح بدید. بله الان این مراحل مختلفو داره نشون میده که ما از مرحله اول گذشتیم و وارد مرحله دوم شدیم. در واقع کاندیداهایی که شما معرفی کردین الان همه اونجا اسم و مشخصاتشون هست، و از بین این کاندیداهایی که معرفی شده شما میتونین 50 نفر رو انتخاب بکنین. تصاویر اینا که میاد میتونین یک به یک روی این تصاویر در واقع کلیک بکنین و تعداد که از نظر شما تکمیل شد، حالا یا 10 نفر 20 نفر، بله این الان تصویری هستش از اسامی که هستن، وقتی تکمیل شد اینا، حالا یا 50 نفر یا هر تعدادی که شما انتخاب کردین، در آخر صفحه این رو ثبت میکنین. حتما باید این به اصطلاح ساین ثبت رو شما اونجا اکتیوش بکنین تا اینا بره توی سیستم و اونجا ثبت بشه و این آرا رو داشته باشند. با سپاس از اینکه با ما بودید بهروز عزیزم، با سپاس از اتاق فرمان آقای یاسر عزیزم و تک تک شما عزیزان هموطنان، تشویقتون میکنم مشروط بر اینکه مایل هستید عضو سازمان پیشتازان صلح بشید. من به عنوان بنیانگذار و عزیزان که کنار من هستم، هدفمون در این سازمان، سازمان ونگارد پیس میکرز یا پیشتازان صلح، این هستش بعد از عبور از این نظام اسلامی بتوانیم دستی باشیم برای نیازمندان در کشور عزیزمون، برای ترک افرادی که معتاد هستن، بچهای خیابانی، زنان خیابانی و کلن تمام مشکلاتی که متاسفانه در طول این 40 سال دلش همین نظام اسلامی بوده. عضو اونجا بشید، با شما عزیزان در تماس خواهیم بود تا
دست به دست هم بتونیم آنچه را که حقیقتا اراده خداوند در مسیر حکمت، عدالت و رحمت و محبت او هست رو انجام بدیم. عزیزانی که دست یاری دارید از نظر مالی به ما سپاسگزار هستم. بله عزیزان لطف میکنم به ما کمک خواهند کرد، سپاسگزار هستیم از موقعی که اجازه میدید ما بتونیم این خدمتمون رو گسترده کنیم. ولی خواهش میکنم دیگر هموطنان عزیزمون نیز در این قسمت همت کنید و از نظر مالی ما رو تامین کنید تا خدمتمون رو گسترده کنیم، تا بتونیم خبر خوش نجات رو و همچنین به فیض خداوند در کنار اپوزیسیون بیستیم برای سرنگونی نظام اسلامی و آزادی کشور عزیزمون ایران. لحظه لطفا با دعای من متحد بشید. برای تو هم وطن عزیزم مصلحت دلتو میخوام دعا کنم، همچنین برای آزادی کشور عزیزمون ایران. پدر آسمانی خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، سپاسگزاریم که خداوند تو جهان رو بی هدف نیافریدی، هدف تو بر این بود انسان به شباهت تو بشه خداوند، و تو بودی که ای خدا هرچند انسان منحرف شد اما این نقشه عالی آسمانی تو بود که یگانه پسرت عیسی مسیح رو بر روی زمین فرستادی، جسم انسان بر تن کرد و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و نیز قیام کرد تا اینک ای خداوند انسانی که به دنبال حقیقت هستش از هر آنچه که باعث آزار و رنج او میشه قیام کنه و به تو نزدیک بشه و در مسیر اراده تو رستگار بشه. اینک از تو میخوام با فیضت هموطنان عزیز ما رو، به طور خاص بینندگان ما رو خداوند در این شبکه با فیضت اجابت کننده مصلحت‌های دلشون باشی و کشور عزیز ما ایران رو به ما برگردانیم و در نام عیسی مسیح هر چه زودتر شاهد سرنگونی این نظام شیطانی اسلامی باشیم. و چون همه اینها را در نام عیسی مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید. عزیزان فردا میتوانید به وقت لس آنجلس ساعت 9:30 صبح و به وقت ایران ساعت 9 شب آدینه شب ایران میشه برنامه ما رو داشته باشید. برنامه زنده ما از شبکه محبت پخش خواهد شد. فیض و رحمت خداوند با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الاباد. آمین. آمین. ممنونم از شما. فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش به راته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشام همش به راته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته.